لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، همان گونه که استحضار دارید در بحث وظایفی که پدر و مادر نسبت به فرزندانشون دارن، یکی از این وظایف آشنا ساختن فرزندان با مستحبات هست. در جلسه گذشته نکاتی در این زمینه مطرح شد و سفارش هایی که به برخی از مستحبات صورت گرفته است نیز بیان شد. در این جلسه نیز به نکات دیگری اشاره می کنیم و امیدواریم که خداوند متعال توفیق عمل به این وظایف را به همه ما و شما عنایت بفرماید. ما وقتی احکام و مسائل شرعی را به فرزندانمون آموزش می دهیم، در کنار واجباتی که برای فرزندانمون یاد می‌دهیم، تفکیک بین واجبات و مستحبات نیز ممکن است در ضمن آموزش‌ها صورت بگیرد و گاهی هم در اثر غفلت‌ها ممکن بعداً فرزندانمون عادت بکنند به این که تنها به همون مقدار واجب اگر اکتفا بکنند کفایت می‌کنند و لذاست که مستحبات را ممکن است به کل کنار بگذارند. مثلا در بحث حتی همین نماز، وقتی به فرزندانمون آموزش داده می شود و به اونها گفته می شود که مثلا اذان و اقامه مستحب است، یا ذکرهایی که در رکوع ممکن است علاوه بر ذکر واجب گفته می شود بگویند اینها مستحب است، قنوت مستحب است، و فرزندان ما در مواقعی که وقت ندارن یا حوصله ندارن ممکن است به این مستحبات توجه نکنند و اگر هم مستحبات را انجام ندهند در اون شرایط گناهی نکردند. در هیچ شرایط هم اگر مستحبات را انجام ندهند گناه به حساب نمی آید که به خاطر ترک یک مستحب مستحق عذاب بشوند. اما این نگرانی وجود دارد که یک وقتی این ترک مستحبات به صورت یک عادت در بیاید، مثلا وقتی فرزندانمون کاملا عادت کنن که وقتی به نماز میستن دیگر اذان و اقامه رو به کلی ترک کنن، فورا نیت کنن و شروع کنن به قرائت حمد و سوره و امثال اینها، یا ذکر و رکوع و سجود رو هم وقتی به جا میآورن تنها به ذکر واجب اکتفا بکنن و رکوع و سجود بسیار سریع رو انجام بدن و نمازشون رو هم بسیار سریع تمام بکنن. خب در اصل این که این کار گناه نیست، خب جای شکی نیست، این کارشان درست است. اما از اون طرف باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که خود این مستحباتی که تعیین شده است و از ما خواسته شده است که در کنار واجبات باید اونها را انجام بدهیم، حتما دارای مصلحت‌های فراوانی بوده است که اگر ما خدای نخواسته عادت کنیم به ترک اونها، در نتیجه خود را از بسیار از این مصلحت‌ها محروم می‌سازیم و در نتیجه باعث ضررهای فراوان ممکن است برای ما بشود. لذاست که بیجا نیست که ما در امر مستحباتی که درباره نماز حداقل وجود داره، چی در وضو، چی در مقدماتی که برای نماز هست و اینها مستحبم به حساب آمدن، اگر دقت داشته باشیم علاوه بر این که در انجام هر کدام از این اعمال و ذکرها مصالح و فواید فراوانی نهفته است، در این که یک آمادگی برای ما و یک حضور قلب برای ما ایجاد می کند تا این که وقتی به ادای واجب می رسیم با یک حضور قلب و آمادگی بیشتر این کار را انجام بدهیم، جای شکی نیست که این آمادگی را و این حضور قلب را برای ما به وجود می آورد. برخلاف این که کسی بدون هیچ ذکر اذان، اقامه و امثال اینها وارد نماز بشود، خب تا مدت طولانی تا حضور قلب پیدا میکند ممکن است این نماز را هم تمام بکند. و به همین جهت است که ما
حتما این نکته رو به فرزندانمون آموزش بدهیم که حتی الامکان مستحب رو به هیچ وجه ترک نکنن، مگر در مواردی که یا ضیق وقت هست یا مشکلات دیگری وجود دارد که اونجا استثناء هست. و به همین جهت تا میرسیم به مستحبات دیگر که از آن جمله هست نافله هایی که برای نمازهای واجب وجود داره، که در جلسه گذشته اشاره صورت گرفت که امامان ما خودشون ملتزم بودن به اینکه نافله ها رو بخونن و فرزندانشون رو هم به انجام این کار سفارش میکردن. در ادامه همین نکات روایت از امام باقر علیه السلام نقش شده است که حضرت میفرماید پدرم امام سجاد علیه السلام عادتش این بود که وکان یقضی ما فاتح من صلات نافلت النهار فی اللیل. اگر در مواقع هم امام سجاد علیه السلام نمازهای مستحبی و نافله های روزانه او ترک می شد، اونها را قضایی در شب به جا می آورد و یقول یا بنیه. و بعد امام باقر علیه السلام می فرماید که امام سجاد می فرمود پسرم لیس هذا علیکم بواجب، این کاری که من انجام می دهم واجب نیست بر شما، ولکن احب لمن عود منکم نفسه عادتا من الخیر ایدوم علیها. اما امام سجاد می فرماید من دوست دارم که اگر کسی خودش را بر انجام یک کار خیر عادت می دهد این کار را ادامه بدهد، دوست ندارم که ترک بشود. و به همین جهت هم حضرت وقتی خودش را عادت داده است به این که باید این نافله ها را به جا بیاورد، اگر یک زمان هم ازش فوت می شود اینها را قضایش به جا می آورد تا این که این حالت انجام کار خیر از او فوت نشود. یا در مورد دو رکعت نافله عشا که نشسته هم به جا آورده می شود بعد از نماز عشا، این روایت نقش شده است که امام صادق علیه السلام می فرماید کان ابی یصلی بعد عشاء الاخره رکعتین، بعد از نماز عشا پدرم امام باقر علیه السلام دو رکعت نماز به جا می آورد و هو جالس در حالی که نشسته بود یقرأ فیهما مئت آیه. اما در همین دو رکعت نماز نافله عشای نشسته حضرت 100 آیه از قرآن کریم تلاوت می فرمود و کان یقول و می فرمود من صلاهما و قرأ مئه لم تکتب من الغافلین. و بعد می فرمود کسی که این نماز رو به جا بیاورد و در اون نماز نافله عشای خودش 100 آیه را تلاوت کند از جمله انسان‌های غافل محسوب نشود و نامش جز این گونه افراد نوشته نشود. خب این نکته است که خوب از انسان به اون توجه داشته باشد. یکی از سفارش‌های دیگری که باز در مورد مستحبات صورت گرفته است تعلیم نماز شب چهارشنبه به فاطمه زهرا سلام الله علیها است که از حضرت زهرا سلام الله علیها روایت شده است که پیامبر خدا به من نماز شب چهارشنبه را یاد داد و فرمود هر کس 6 رکعت نماز و در هر رکعت سوره حمد و این آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء که آیه 26 سوره آل عمران هست این آیه را به جا بیاورد. اگر کسی این نماز را به جا بیاورد و بعد از نماز فارغ بشود و به پیامبر آنچنان که سزاوار او هست درود و صلوات بفرستد، خداوند تا 70 سال هر گناهی که داره میبخشه و به او ثواب میدهد که قابل شمارش نباشد. خب این هم یک مستحب است. اما میبینیم که در انجام چنین مستحبات چگونه مصلحت‌های فراوانی را خداوند متعال نصیب انسان میسازد. یکی از کارهای مستحب دیگر که خیلی ارزشمند است و دارای پاداش بسیار بزرگی هست آموزش تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها است که ابو هارون مکفوف از امام صادق علیه السلام نقل میکند که یا ابا هارون انا نأمر سبیاننا به تسبیح فاطمه. امام صادق به ابو هارون خطاب میفرماید که ای ابو هارون ما فرزندانمون رو به تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دستور میدیم، کما نأمرهم بالصلاه، همون گونه که به خود نماز به اونها دستور میدیم
به تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از نماز نیز به اونها دستور میدیم و الزمه تو هم این کار رو انجام بده. فانه لم یلزمه عبد فشقا، به خاطر اینکه کسی که این کار را به صورت همیشگی انجام بدهد او شقی و بدبخت نخواهد شد. یکی از کارهای مستحبی که سفارش های خاصی در اون زمینه داریم احیای بعضی از شبهایی است در طول سال، مثل احیای شب نیمه شعبان که زید ابن علی میگوید پدرم علی ابن الحسین علیه السلام یجمعنا جمیعا لیلت نصف من شعبان، همه ما را در شب نیمه شعبان جمع میکرد. ثم یجز اللیل اجزاء ثلاثه، بعد این شب را سه قسمت میکرد. فیصلی بنا جزء، یک قسمت را به نماز سپری میکرد. ثم یدعو، یک قسمتش رو به دعا. ف نؤمن علی دعائه، حضرت دعا میکرد ما فرزندانش هم آمین میگفتیم. ثم یستغفر الله، بعد شروع میکرد به استغفار. و نستغفر الجنه حتی ینفجر الفجر، و ما هم به استغفار میپرداختیم تا زمانی که طلوع فجر صورت میگرفت و شب تمام میشد. احیای شب قدر نیز یکی از همین مستحبات است که در این زمینه نیز تأکیدهای فراوانی داریم از فاطمه زهرا سلام الله علیها و امامان دیگر که چقدر سعی میکردن فرزندانشون را از قبل حتی آماده میکردن پیش از آن که شب قدر فرا برسد، روز قبلش فرزندانشون را میخواباندن یا حتی در اون شب برای اینکه شکمشون سبک باشد، حالت سنگینی و خواب بر اونها غالب نیاید، از غذای کمتری فرزندانشون را بهره‌مند میساختن که در نتیجه چنین مقدماتی و تمهیدات و مقدمه چینی هایی که انجام میدادن می توانستن فرزندانشون رو موفق بسازن در اینکه شب قدر رو بیدار بمانن، احیا کنن و از فضیلت احیای شب قدر برخوردار بشون. خب لذاست که در این زمینه تأکیدهای فراوانی انجام می دادن. یکی از شبهای دیگر هم که به همین مناسبت عرض بکنیم که اون هم کار مستحب است، احیای شب عید فطر هست که اونها هم به همین ترتیب سعی میکردن که این کار رو انجام بدن که امام سجاد علیه السلام احیا میکرد شب عید فطر رو به نماز تا زمانی که صبح میشد و شب عید فطر رو در مسجد سپری میکرد و میفرمود یا بنی ماهی بدون لیلتین، یعنی لیلت القدر، و میفرمود فرزندم شب عید فطر هم کمتر از شب قدر نیست. این گونه بیان میکردن و شایدم اهمیت شب عید فطر هم به همون اندازه شب قدر باشد که در روایاتی که در این زمینه وارد شده است، در این که خداوند متعال در شب عید فطر چقدر از بندگانش رو میبخشد و چقدر از اونها رو از آتش جهنم نجات میدهد و این قدر رحمت الهی شامل حال بندگانش میشود، با این توجه اگر انسان به شب عید فطر هم نگاه کند توجه میشود که یک از شبهای بسیار مهم و با فضیلت است. و لذاست که امامان ما سعی میکردن خودشون و فرزندانشون رو هم به این کار که یک کار مستحبی هست وادار کنن و از اونها بخواهن که این کار را انجام بدهن. یکی از کارهای دیگری هم که پیشوایان دینی ما به اونها سفارش کردن، حفظ برخی از دعاها هست که به فرزندانشون سفارش میکردن این دعا رو حفظ بکنن، همیشه به صورت مداوم اونها رو بخوانند. یا در مورد همین دعای معروف جوشن کبیر هست که امام سجاد علیه السلام فرماید در بعضی از جنگ ها جبرائیل بر پیامبر اکرم نازل شد در حالی که بر سینه پیامبر یک زره سنگین بود که خود سنگینی این زره پیامبر اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم رو رنج میداد. جبرائیل این گونه پیشنهاد میکند که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پروردگارت به تو سلام میرساند و میگوید این زره را بیرون بیار، این دعا را بخوان که برای تو و امتت سبب ایمنی هست. اونگاه امام میفرماید که امام حسین علیه السلام فرمود پدرم مرا به حفظ و احترام این دعا سفارش فرمود و دستور داد این دعا را بر روی کفنش بنویسم و همچنین اون را به خانواده‌ام یاد بدهم و به خواندن و تعلیم اون تشویقشان نمایم و بعد
بیان داشت که این دعا همون دعای جوشن کبیر هست. خب اینا هم از سفارش هایی هستند که در این سفارش ها یا در انجام چنین کارهای هم مصلحت های بزرگی نهفته است که برخ از این مصلحت ها را در ضمن این دستورات بیان می‌فرماید که پیامبر اکرم با خواندن و داشتن جوشن کبیر حتی از زره در میدان جنگ نیز بی‌نیاز می‌شود و همان گونه که در متن این روایت آمده است نه تنها برای پیامبر اکرم بلکه برای پیامبر اکرم و امتش سببی ایمنی هست، یک نوع تأمین هست، یک نوع بیمه هست و اگر کسی به انجام چنین مستحبات رو بیاورد خب متوجه می شود که چگونه خودش را از اون مصلحت ها و منافع فراوان بهرمند می سازد. خب اینا نکاتی است که در ضمن سفارش پیشوایان دینیمون یا سیره عملیشون که این مستحبات را به فرزندانشون آموزش دادن و اونها را با این کارا آشنا ساختن از ما هم خواستن ما هم همین توفیق را انشالله داشته باشیم. بعضی از کارهای مستحبی دیگر هم هست که به عنوان نمونه به اونها نیز اشاره خواهیم کرد به دلیل اهمیتی که در اونها وجود داره. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که انشالله همه ما این توفیق را در زندگی داشته باشیم و در آخرت نیز از پاداش ها و ثواب های آن بهره‌مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.